کابل در ساعات پیش از برگزاری انتخابات شنبه. این شهر تا چند ساعت دیگر گواه برگزاری سومین انتخابات مجلس نمایندگان در 1.5 دهه گذشته خواهد بود. کسانی که برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان ثبت نام کردند میگویند که میخواهند به نامزدان دلخواهشان رأی بدهند. مردم باید فردا را به پای صندوق‌های رای برند و به افرادی که متعهد و شایسته هستند رای بدن. کسی رای انتخاب بکنن، با کسی رای بدن که او مصدر خدمت به وطن شود، که وطن از بدبختی، وطن از جنگ خلاص شود. رای میتیم دیگه که مردم ما به یک صلح، به یک آشتی، به یک سرتاسری دست پیدا کنن. برای دانستن میزان علاقمندی اشتراک شهروندان کشور در انتخابات فردا با راننده یک تاکسی در کابل سر میخوریم. تذکریت برچسب زدی فردا رای میتیم؟ بله، چرا ندادیم؟ رای چطور میتیم؟ رای میتیم که مملکت ما پیشرفته شد و خوب شد و روزه که بدر خراب شد، آبادی شد و بدر لب جب باشد. از 3 سال بدین سو مشغول پینه‌دوزی در مرکز پایتخت شهر نو است. وای که خود را شهروند عادی افغانستان می داند، شناسنامه اش را برچسب نزده است و از بابتی که نمی تواند فردا رای دهد پشیمان است. کاش استیکر می زدم دیگه، رای می دادم خوب تر می بود. نه حالا دیگه وقتش ندارم که برم استیکر بزنم. برخی از چهره های سیاسی نیز اشتراک گسترده مردم را در انتخابات یک نیاز می دانند. اگر به خانه بشینند و نبرایند و رای خود نتن، اونایی که بر ضد مردم سالاری است حرف از اونا تقویه می شه. بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، نزدیک به 9 میلیون تن برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان ثبت نام کردند. قرار است ساعت 7 روز شنبه روند رای‌دهی آغاز شود.